روز همگیتون بخیر. ببخشید من بدون میکروفون حرف میزنم، ولی خب دیگه تعداد کمه، به نظرم همین جوری هم کفایت میکنم. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستیم. چه شما حضوری که زحمت کشیدیم و تشریف آوردیم و چه دوستانی که تو لایف تشریف دارن و حضورشون هم پررنگتر و خوشبختانه بیشتره. تشکر میکنم از دکتر محمد سلماسی زاده و آقای داریوش وظیفه که امروز زحمت کشیدن و میخوایم یه نشست در مورد مطالعه تاریخی رویکردهای تربیتی ایران در عصر قاجار بر اساس نظریه مشارکت یا الزام امروز برگزار کنیم. من یه توضیح کوچولی از این موضوعمون بدم. موضوع ما چی هستش؟ مطالعه رویکردهای تربیتی در ایران با روش تاریخی در چه زمانی؟ در دوره قاجار، و تاکید داریم بر نظریه مشارکت یا الزام ژان پیاژه. سخنرانهای امروزمون دکتر محمد سلماسی‌زاده استاد محترممون و آقای داریوش وظیفه فارغ التحصیل ارشد ایران اسلامی خواهند. درسته که افراد کمی در اینجا حضور دارن فعلا، ولی باور کنید ما برای اینکه این نشست رو به صورت حضوری اجرا کنیم خیلی تلاش کردیم. واقعا سخت بود برامون و من تو مسیر این که بخوام این نشست رو به طور حضوری برگزار کنم یا حرفایی شنیدم که شنیدنشون توی جامعه شاید جا افتاده باشه، این دید به تاریخ، ولی توی یک مجمع علمی واقعا شنیدنشون عجیب و تا حدی آزاردهنده بود. یکی از بزرگها بارها به من فرمودن که حالا شما اینقدر میایین میرین که چی؟ حالا میخواییم بدونیم که یه کلمه حرف درست تو تاریخ نوشته شده یا نه؟ نه، حرف درست تو تاریخ نوشته نشده. این دید تو جامعه جا افتاده هستش. حالا من نمیدونم از این تعداد افراد حاضر در لایو و اینجا چند نفر اهل تاریخ هستن، ولی باور کنید اونایی که اهل تاریخ نیستن لطفا بدونن که اصلا هدف اهل تاریخ این نیست که بدونه کی به کی چی گفته، کی با کی جنگ کرده یا حرف درست هست یا نیست. اصلی ترین موزن ما دردیابی جامعه هستش، و وقتی که من اینجا میگم جامعه، منظورم یک کشور با 80 میلیون نفر جمعیت نیست. در وهله اول منظور من تک تک خانواده هایی هستن که فرزندانشون رو تربیت میکنن، تک تک زن و مرد هایی هستش که بچه هاشون رو تربیت میکنن، و تک تک نظام های آموزشی هستن که وظیفه مهم تربیت رو بر عهده دارن و با این تربیت هستش که افراد رو شکل میدن. مطمئنم همتون میدونید که تربیت شخصیت سازه و این شخصیت ها هستن که تاریخ رو میسازن. شخصیت تاریخ ساز هستش. ما نمونه های کوچک دیکتاتوری رو تو خانواده هامون داریم، نمونه های کوچک ظلم‌پذیری رو تو خانواده هامون داریم، نمونه کوچک افرادی که در مقابل ظلم نیستن رو تو خانواده هامون داریم. هیچ دیکتاتوری دیکتاتور به دنیا نمیاد. ما تربیتشون میکنیم، ما تحمیلشون میدیم به جامعه. هیچ مبارزی مبارز به دنیا نیومده، ما مبارزها رو تحمیل میدیم به جامعه. حالا ببینیم که این تربیت چه نقشی داره. حالا ببینیم که این نظریه الزام ژان پیاژه که قراره با تاکید بر اون نظریه تربیت رو برای شما توضیح بدیم و تاکید ویژه‌ای داریم بر دوره قاجار، ببینیم که اینها چه تأثیری دارن. اگه این مسئله براتون سوال شدن تا به حال، که خب ما اینجا هستیم جوابشون رو از جناب آقای دکتر و آقای داریوش وظیفه بگیریم، ولی اگه سوال نشده که خب امیدوارم الان براتون سوال شده باشه. ممنونم. من درخواست میکنم از دکتر محمد سلماسی‌زاده که صحبتاشون رو شروع کنم. خیلی ممنون. خیلی متشکر هستیم از خانم احمدزاده که زحمت بسیار زیادی کشیدن برای برگزاری این جلسه. خیلی ممنونم. عرض سلام خدمت دوستان عزیز سلام که در جلسه حاضر دارن، حضور دارن و تأکید میکنیم و
متشکرم. برای خیلی زحمت کشید خانم احمدزاده و کل بچه‌ای که در انجمن تاریخ دانشگاه فعال هستن. بنابر اختصار بنابر این است که برحال در شرایط کرونایی ما و جمعایمون زیاد طول نکشه، زمین که خب همه پروتکل ها رو دوستان رعایت میکنن، فاصله گذاری، ماسک، تهویه و برحال موضوعی است که فکر میکنم میشد بهش پرداخت. خوشبختانه با همت انجمن تاریخ دانشگاه تبریز این کار انجام شد. اساس مسئله از اونجا شکل گرفت که در مباحث کنترل اجتماعی من نظریه ژان پیاژه رو دیدم که برای باور بود که در مکانیزم های کنترل درونی نوع تربیت خیلی موثره و ایشون گفت که ما دو شیوه تربیتی داریم، رویکرد الزام و رویکرد مشارکت. میگفت رویکرد الزام حتما در جوامع سنتی و بسته به کار بسته به کار گرفته میشه و مبتنی است بر آمریت، باید و نباید، و رویکرد مشارکت در جوامع باز استفاده میشه و مبتنی است بر نظرخواهی و امکان انتخاب بین گزینه‌های متعدد و متفاوت. نتیجه ای که اون میگرفت این بود که جوامعی که رویکرد تربیتی اونها بر پایه الزام هست، انسان‌های حرف‌شنوا، مطیع، غیر پرسشگر به بار می‌آورند، و جوامعی که رویکرد تربیتی در اونها بر پایه اشتراک مشارکت هست، انسان‌های پرسشگر، نقاد و خلاق عرضه می‌کنند. به تبع مطالعه پیش زمینه تاریخی که من داشتم به این نتیجه هم می‌شود رسید از این نظریه که جوامعی که رویکرد تربیت اونها بر پایه الزام هست، چون انسان‌های مطیع و حرف گوش کن بار می آورن، نهایتا نوع حکومتشون هم استبدادی میشه. یعنی چی؟ یعنی پیوندی هست بین آمریت در رویکرد الزام در تربیت با آمریت سیاسی و حکومت خودکامانه در جامعه. به صورت خیلی روشن همیشه این رو خدمت دوستان عزیز در گفتگوهایی که داشتیم عرض میکردم. اگر یک جامعه تربیتش خودکامانه و استبدادی هست، نمیشه توقع داشت که حکومتش غیر استبدادی باشه، چون حکومت و حاکمان از دل همون جامعه میان بیرون دیگه، از کره دیگری نازل نمیشود. و وقتی رویکرد ما در تربیت صرفاً بر پایه الزام باشد، نهایتاً حکومت ما هم بر پایه الزام و آمریت خواهد بود. خب نتایجش متاسفانه در جامعه خودمون هم می‌بینیم. ما امروز با خشونت‌های افسار گسیخته مخصوصاً علیه بانوان مواجه هستیم که به نظر من یکی از عوامل همین بکارگیری رویکرد الزام هست که همراه با سرزنش و تحقیر و تحمیل الگوهایی است که افراد رو از مناعت طبع، از کرامت نفس دور می‌کند، به یک دنیای منزوی بسته درونی تبعید می‌کند. و چون تربیت پذیر همیشه خود در معرض خشونت بوده است، در معرض تحمیل اون الزامات تربیتی بوده است، هر لحظه آماده هست چنین انسانی که در جامعه از خودش خشونتی نشان بدهد. و متاسفانه اخبار این روزها رو که میبینیم و حتما بهتر از من در جایی حتی یادآوریش هم متاسفانه هم شرم‌آوره، هم خودش به نوعی ترویج خشونت هست، چنین مفاهیم و روش ها و مصادیقی پدید میاد. این است که اگر به این مسئله ما توجه بکنیم چند تا فایده داره. یکیش این است که مباحث مطالعات تاریخی
از حوزه صرفاً تاریخ نگاری سیاسی و روایی خارج می شود و در حوزه عمل و کاربرد داره فایده می شه. اگر به استناد یک مطالعه میان رشته‌ای بین علوم تربیتی و تاریخ چنین حرفی از ژان پیاژه اثبات می شود به استناد داده های تاریخی، اون موقع میشه براش راهکاری هم اندیشید. اون موقع میشود دانشجویان تاریخ و پژوهش‌های تاریخی بتوانند پاره از نابسامانی‌های جامعه و اختلالات روانی موجود که منجر به خشونت و جنایت میشه رو چاره‌جویی بکنند. من هم امروز زیاد اینجا حرف بزنم، در واقع همین مسئله باعث باید شد که ما به فایده تاریخ هم بیشتر آشنا بشیم. بله آقای دکتر پینکرست مدیر محترم این دیگه حالا افتر بفهمید بالا خیلی رو به صورت مختصر در واقع میخواهم بگویم که یکی از جاهایی که پژوهش در اون حوزه هم تاریخ اجتماعی است هم تاریخ کاربردی است و فایده مند هست، استفاده از همین مطالعات میان رشته ای هست. در این مطالعه خاص وقتی این سوژه رو، این موضوع رو من طرح کردم، آقای داریوش وظیفه که دانشجوی کارشناسی ارشد من بود اون زمان، این موضوع فکر میکنم مال 3 یا 4 سال پیشه، شاید هم بیشتر، 94 6 سال پیشه، علاقمند بود و رفت و منابع تاریخی هم دید. آیا برای این نظریه ژان پیاژه ما دیتای تاریخی هم داریم؟ آیا در کشور ما اینگونه هست یا نه؟ که ایشون خودشون خواهند گفت بیش از شاید 40-50 تا سفرنامه خارجیان در ایران دوره قاجار رو دیدن، از شیوه های تربیتی که در آن روزگار اعمال می شد مطالعه کردن، پیش برداری کردن. خب مقاله هم تهیه شده که انشالله چاپ خواهد شد. پس ختم کلام بنده این هست که اگر می خواهیم جامعه بسامان بشود، اگر از خودکامگی و خشونت بیزار هستیم، باید مطالعات تاریخی روی بیاوریم. تاریخ فایدهش اینه. حالا اون کسی که جسارتی کرده بود به خانم محمدزاده و گفته بود که تاریخ مگه جز دروغ هم چیزی هست یا نیست، همون نشان ناآگاهی اونها از تاریخ هست دیگه. و اصل کلام این استش که ما متاسفانه به عنوان دانشجویان تاریخ در حوزه کارآمد کردن تاریخ و تبیین فایده تاریخی مقداری کوتاهی کردیم. حالا مطالعات میان رشته‌ای به استناد نظریات خاص می تواند در سطح عموم برای جامعه تبیین کند که فایده تاریخ هم چیست در کنار اهمیت تاریخ، در کنار تئوری به کاربرد فانکشنال هم توجه بکند. پس حرف این است که اگر جامعه تربیتش استبدادی باشد، مبتنی بر رویکرد الزام، حکومتش هم لاجرم استبدادی خواهد شد. فرق نمی‌کنه که شکل چی باشه، فرم مهم نیست، محتوا هم خواهد شد. و اگر من و شما می‌خواهیم جامعه آزاد داشته باشیم، باید در نوع تربیتی که میپذیریم و ارائه میکنیم به رویکردهای مشارکت که حق انتخاب رو برای تربیت پذیر فراهم میکنه اقبال بیشتری نشون بدیم. حالا در این مطالعه موردی اصل قاجار و سفرنامه های اون بررسی شده. ببخشید تکرار مطالب شد، زیادی هم حرف زدم. آقای وظیفه هم ارائه خواهند کرد فرمایشاتشون رو و بعد گفتگوی اگر باشه در خدمت شما خواهیم بود. آقای دکتر پینکرست شما اگر استفاده بکنید. خیلی متشکرم. آقای وظیفه بفرمایید. با سپاس از استاد عزیزم. استاد استادی کامل مطالب رو بیان کرده بودم. دیگه مطلبی واسه گفتن من نمونده.
اما با این وجود ابتدا من باب کسالت صدام از عزیزان معذرت خواهی میکنم، چون دکاهت حاصل بوده باعث میشه که صدام یکم با وضعیت بد برسه. اما دوستان آنگونه که مطلع هستن، ما خوبا میدونیم که نقش تربیت توی زندگی انسان ها باشه شکل دادن به شخصیت و حقیقی ما. ما اگه بتونیم بچه ها و کودکان خودمون توی محیط سالم با توجه به علایق و سلایق اونها، با توجه به استعداد اونها و با توجه به زمینه‌هایی که میشه آینده بهتری برای اونها ساخت و فراهم کنیم، شاهد انسان‌هایی خواهیم بود که به سمت تعالی و به سمت بهبودی و رشد حرکت می‌کنند. اما برعکس، ما اگر بخوایم با سیستم الزام، با رویکرد الزام کودکانمون رو تربیت کنیم، همون گونه که استاد فرمودن، با شخصیت هایی مواجه خواهیم شد که انتزاعی هستند، خودخواه هستند و جز خودشون به کسی فکر نمی کنند. البته این کلید واژه هایی که از بین مباحث پیاژه میتونیم به دست بیاریم. پس اهمیت این موضوع میتونه تو حال حاضر ما از دو منظر خیلی مهم باشه. یکی اینکه ما میتونیم زوایای پنهان زندگی اشخاص ها دست پیدا کنیم و بدونیم تربیت چگونه بوده، نوع رفتار با انسان ها چگونه بوده، و تو از دیدگاه توسعه نیافتگی به قضیه نگاه کنیم. چون معمولا توی تاریخ ما عوامل زیادی از جمله کم آبی، محیط پراکنده ایران، اختلافات قومی دینی، نبود قانون، مشکلات اقتصادی، پادشاه استبدادی همیشه مثل نظر بوده. اما اون چیزی که همیشه از چشم پوشیده شده نوع تربیت بوده، این تربیتی که باعث میشه تا ما استبداد رو بپذیریم و به الزام تأکید کنیم. برای همین حالا من سعی میکنم یه چند تا از این کلید واژه های سیستم الزام و همکاری و با دوستان سهیم بشم و بعد چند شاخص و به داده ها و نمونه های تاریخی با هم سهیم بشم. دوستان ببین، وقتی مناسبات ما مناسبات الزام میشه، این موقع است که آنچه که تکالیف، قانون و حقوق از بیرون به شخص تحمیل میشه، برخلاف آنچه که ما توی سیستم همکاری شاهد هستیم، اینجا شخص درونی قانون در شخص درونی نمیشود. این خیلی مهمه، درونی شدن قانون، چون نمونه های تاریخی جا حتما بهش اشاره میکنیم. این شخصی که با الزام زندگی میکنه همیشه با پیشداوری های خاص خودش، با خودخواهی های خاص خودش به دنبال اطاعت محضه. اما بالعکس، ما وقتی با همکاری مواجه میشیم شاهد انسان هایی خواهیم بود که به حقوق دیگران اهمیت میدن، حقوق خودشون رو محترم میدونن و همواره به سمت آینده سازی و کمک به بهبود اوضاع تلاش میکنن. پیاژه که بحث تربیتش سه پویایی رو تأکید میکنه، حالا ما معتقدیم که این سه پویایی اصولا با نواقص خاص خودش توی بحث تربیتی ما حاصل شده. پویایی اولش پویایی دلبستگیه، یعنی اینکه کودک به والدین خودش از دیدگاه عاطفی دلبسته است. این نقش مهمی، دلبستگی عاطفی در یادگیری آموزه‌ها و کمک به بهبود و پیشرفت کودک ایفا می‌کنه. پویایی دوم پویایی سنه دوستان، یعنی آزادی از افکار ناپخته سنین قبلی، تلاش برای دست یافتن به تازه‌ها و گزینش عقلانی. پویای سوم پویای تقلید اجتنابه، یعنی اینکه ما بتونیم به کارهایی اقدام کنیم که تاکنون به آنها انجام ندادیم و همیشه سعی کنیم از اون تکرار همیشگی خودمون دوری گزینیم. این سه مهم توی پویایی و رشد شخصیت کودک خیلی مهمه، چیزهایی که همیشه با نمونه های تاریخی اگه بخوایم بررسی کنیم با نواقص خاص خودشون بیان شده. دوستان در کل آنچه که مطلوب پیاژه است اینه که میگه ما باید مفاهیم رو به شخص درونی کنیم، یعنی شخص خودش توی عرصه عمل اینو بفهمه و خودش کشف کنه و به کودکامون آزادی بدیم تا بتونن با آزادی کامل گزینش کنن، تا شاهد شخصیت هایی باشیم
که به شکوفایی انسانی تلاش میکنم، به حقوق انسانها اهمیت میدم و به آزادیهای اساسی تلاش میکنم. اگه این باشه ما به این نایل میشیم، اگه این زمینه ها نباشه ما هیچ وقت اینها دست پیدا نمیکنیم. شاخص ها و کلید واژه هایی که هست میخوام با دوستان سهیم بشم و خیلی هم به نظر من خیلی مهمه، شاخص های هم با سیستم همکاری و الزام، اینها ویژگی های خاص خودشون و نتایج خاص خودشون دارن. ویژگی سیستم همکاری اینه که شناخت اصولی رو به کودک یاد میده، احترام به کودک یاد میده، آینده نگری رو به کودک یاد میده، باعث میشه که کودک خود مختار باشه نه خودخواه، و باعث اندیشه عدالت جویانه در کودک میشه، یعنی با عدالت با کودک رفتار میکنه. نتایجی که این به ما میده، یک کودک کنجکاو با شخصیت اکتشافیه، توجه به پیشرفت و ترقیه، آگاهی از زمان حال و اوضاع اجتماعی روستا، توجه به تازه ها و توجه به کارهایی که تاکنون انجام نداده، شجاعت یافتن تازه هاست، پیروی از خودش از دیدگاه عقلانیه. این کلیدواژا توی ادامه بحث حتما به کار میاد. فهم از اخلاقیات خودشه، احترام به انسان هاست. ویژگی های سیستم الزام چیه؟ اولش ترسه، شما باید از بالا دستیتون به ترسی تنشید، اجباره، عدم شناخت واقعیته، ما نمیتونیم حقیقت رو کشف کنیم، عدم همکاریه، الزام توسط والدین و خودخواهیه، یعنی با ما با خودخواهی با کودک رفتار میکنیم و شاهد خودخواهی هم خواهیم. اما نتایجش چیه؟ نتایجش یک شخص انتزائی با تفکر انتزائی، نه انتزائی به معنی هنریش، بلکه کسی که توی توهمات و خیال خودش زندگی میکنه، کسی که از عالم حقیقی مطلع نیست، کسی که تحرک اجتماعی نمیپذیرد، به فکر ماندن در گذشته خودشه، امکان این که بتونه با جهان معاصرش همدل بشه تو این شخص وجود نداره. واسه همینه که ما با این نتایج مواجه میشیم و تا اونجایی که استاد عزیزم فرمودن نتایج ما اصولا این گونه بوده، یعنی چون سیستم الزام بوده نتایج ما هم بوده. قبل از اینکه داده های تاریخی رو بررسی کنیم، من خیلی دوست دارم دو مبحث مهم رو بنابرای حالا هم بوده وقتم خیلی خلاصه ازش بگذاریم. دو نهاد مهمی که توی تربیت کودک خیلی مؤثر بوده، یکی خانواده بوده، یکی سیستم آموزش. من میخوام اساسا ببینیم وضعیت خانواده توی این محیط چگونه بوده. دوستان اساسا بنابرای سفرنامه هایی که نگاه کردن همه تأکید به اینه ازدواج توی ایران و تشکیل خانواده خیلی آسان بود. شخص بدون هیچ نیاز به طعام، وضعیت مناسب خانه، وضعیت مناسب بهداشت، لباس، خیلی آسان میتونست ازدواج کنه. چون معتقد بود که هر آنچه هست تقدیر خداونده و آنچه که نیست حکمت خداوند. پس تو اینجا دقیقاً به قول فلاندن اینه، میگه مجاهدت انسان بی نتیجه است، یعنی معتقدن که انسان هر چقدر تلاش کنه بی نتیجه است. پس ما با بدترین وضعیت هم میتونیم تشکیل خانواده بدیم و صاحب فرزند بشیم. این ازدواج اصولا این گونه بوده که اشخاص هیچ آشنایی با شخص مقابلشون نداشته و حتی حق انتخاب هم نداشته، یعنی یه شخص 70 ساله به قول پلاک میتونست با یک کودک 19 ساله ازدواج کنه و این باعث میشد که ما پس از ازدواج تمامی زنها و گاه مردهامو از زندگی خصوصی و زندگی مشترکشون ناراضی باشن. این خیلی مهمه. سن ازدواج هم که خدمت دوستان عرض کردم معمولا توی خانواده های متمول 12 الی 13 سالگیه، میانگین اگه حساب کنید. توی عامه مردم هم کم از 10 سالگیه، حتی میشد که با پرداخت رشوه به اون ملاه سن ازدواج تا 7 سالگی هم کم بشه و حتی میشد که کمتر از 9 سالگی هم کودک بتونه حامله بشه. پس این وضعیت ازدواج ما بوده و این وضعیت خانواده های ما بوده. اما اون چیزی که اینجا خیلی مهمه و
ما بهش تأکید میکنیم اینه که همون گونه که استاد فرمودن این خشونت علیه زنان میخوام این زمینه هاشو خدمت رو سهیم بشم. نصف جمعیت ما زنان بودن، حالا با تسامح اگر نگاه کنیم نصف جمعیت ما زنان بودن. خود تولد جنس مؤنث توی خانواده های ایرانی با ماتم بود، مادرش از تولد اون شرم زده و محصوم بوده و به قول دانمانی باباش هم اگه نمیخواست میتونست بچه رو نابود کنه. این کودک مؤنث و این دختر بچه که زنان و مادران آینده بودن هیچ سهمی از محبت پدر نصیبشون نمیشد. کودکیشون با ازدواج میگذشت و توی ازدواج هم مایملک همسر بودن. تا اونجایی که شوهر میتوانست بنا به خاص خودش هر رفتاری که میخواست با این بچه انجام بده، با این کودک انجام بده. تا جایی که رایس تأکید میکنه اینکه شخصی که کودک رو به بهانه نازا بودن آتش زد. پس این وضعیت زنان ما بود، زنانی که خودشون کودک بودن و توانایی تربیت بچه نداشتن، در واقع خودشون به تربیت نیاز داشتن و تنها کاری که انجام میدادن خرافات بود و تنها چیزی که انجام میدادن التجا به دعا و التجا به تلسک بوده. و اینه که میگه شاید تاکید میکنم که اگه تحولی یک روز در این مملکت بخواد اتفاق بیفته این تحول باید از خانواده ها آغاز بشه. وضعیت آموزشی ما هم بدتر از اون بوده، یعنی یه مولایی توی مکتب یه مختصری حساب به بچه ها یاد میداده و سواد خواندن فقط کتاب دینی نه معنیون و اون کتاب‌هایی هم که بوده در کل شامل گلستان و بوستان و شاهنامه و هزار یک شب و داستان انبیا اینها بوده. میگه این کسی که این مطالب رو یاد میده کازمان میگه، میگه حتی خودش هم نمیدونه داره چی میگه اینا، چون اصلا از متن اینها مطلع نیست و اون چیزهایی که به این کودکان یاد داده میشه به صورت داستان‌های ترجمه ناپذیر به اینها یاد داده میشه. یعنی این توی صحنه عمل اینو کشف نمیکنه، اینو فهم نمیکنه و این باعث میشه که اصولاً بچه‌ها هیچ چیز از علم ندونن. و میگه که بیشتر ایرانی‌ها حتی نمیدونن که علم چیه، فقط به سطحی خواندن اکتفا میکنن. توی خانواده‌های اشرافی هم وضعیت این بوده که یه لله و معلم واسه بچه میگرفتن که تأکید اساسی کل تربیت تو خانواده‌ها این بوده که بچه حق بازیگوشی، سوال پرسیدن، شرکت در مذاکرات هیچ کدوم رو نداشته و باید مانند پدرش با طمأنینه رفتار میکرده. و اینه که ما تمامی آموزه‌هامون با مشکلات خاص خودش بود. این زمینه آموزشی و پرورشی و خانوادگی ما بود. اما چند نمونه میخوام تاریخی از این مطالب خدمت رو سهیم بشم و اون حاصل سیستم الزام و با دوستان سهیم بشیم. دوستان گفتیم از نتایج سیستم الزام یکی خیال پردازی، تفکر انتزاعی، خودخواهی، گذشته‌گرایی و عدم اطلاع از حال. سفرنامه نویسا توی بیشتر تأکیداتشون میگه ما وقتی با ایرانی‌ها مواجه میشیم هر چقدر هم که فاضل یا عامی باشن، هر چقدر باسواد یا بی‌سواد باشن، همه تفکر کودکانه دارن، همه به دنبال خرافات و طلسم هستن و معتقدن که تنها خرافات میتونه زندگی ما رو هدایت کنه. از اونجایی که ما میدونیم این تفکر انتزاعی باعث خودخواهی میشه، این خودخواهیه باعث میشه که ما نه تنها از حال خودمون بی اطلاع باشیم بلکه نواقص و ضعف‌های خودمون هم یک ویژگی خاص خودمون بدیم. تا اونجایی که از میگه آرسن میگه من در مواجهه با ایرانی ها گفتم وضعیت راهشون مناسب نیست، گفتم با وجود اسب‌های مناسب ما هیچ نیازی به راه‌های مناسبی نداریم. و این باعث میشه که این تفکر انتزاعی هیچ علاقه‌ای به اکتشافات و جهان معاصر توی خودش نیست، این تأکیدش فقط به جهان ماوراست. تمامی این سفرنامه نویسا که از ویژگی های ایرانی ها تاکید میکنن میگن ایرانی ها جهان واقعی جهان الان نمیدونن بلکه جهان ماورایی میدونن که در قیامت است و تمامی مجاهدت های ما، تلاش های ما، اختراعات ما همه بی نتیجه است.
و لزومی ندارد ما از جهان الانمون مطلع باشیم و این اطلاع تا اندازه‌ای حتی شخص از سن خودش هم مطلع است، از سن کودکان خودش هم مطلع است، از تعداد سکنه شهر خودش هم مطلع است. و این بی اطلاعی توی جهان انتظاییه که شخص خودش رو مرکز جهان میدونه و معتقده که خودش برتر از تمامی کاشفان کشتی و قطار می باشد. دقیقا اینه، میگه من مواجه شدم، میگه ما بالاتر از مخترعان کشتی و قطار هستیم. پس دوستان اینه که همیشه این تفکر انتظایی باعث شده که تأکید تمامی سفرنامه نویسا به این باشه که اصولا ایرانی ها به فکر حس نوستالژی که خودشون هستن، فقط توی گذشتهشون زندگی میکنن. تمام داستان اونها داستان جمشید و انبیاست. اونها از اکنون خودشون بیخبرن و به اندازه خرابی های حاصل از بنیاد دین، عظمت تاریخی و سعادت ملیشون رو نادیده گرفتن که اصلا با این خرابی ها زندگی میکنن. پس این میشه که ما در مقابل پیشرفت های بشری و در مقابل رشد جهان معاصرمون روش اجدادی خودمون پیش میریم. دومین عامل مهمی که بهش میخوام اشاره کنم و توی جهان معاصرمون، دنیای معاصرمون خیلی شدید به حالت خودخواهی هست، عدم توجه به حقوق دیگران. این چون نقش پدر توی خانواده یک نقش الزام و سلطه بوده، همه چیز زان این شخص بوده، این شخص پاسخگوی هیچ کس نبوده و این باعث میشده که تمام ثروت و جان و مال و فرزندانش سهم این شخص میشه و این باعث میشه که ما از کودکی با یک سیستم الزام و با یک سیستم سلطه زندگی کنیم و این سیستم سلطه سلسله مراتب خودش رو توی سیستم حکومتی ما هم نشون میده. یعنی هر شخص بنا به موقعیتی که داشته حق این رو به خودش میده که تمام چیزها رو سهم خودش بده. یه نمونه تاریخیش هم میگه ناصرالدین شاه توی دیدار با ویلهلم اول، وقتی ویلهلم ملکه آگوستا رو بهش معرفی میکنه، ناصرالدین شاه میگه عجب امپراتور آلمان یه زن بیشتر نداره و اونم به این کهولتی. یعنی این شخص معتقده که باید همه چیز مال این امپراتور بوده. من با این تأکید میکنم که رایس تأکید میکنه، میگه اندیشه‌ای که همیشه ایرانی ها باش زندگی میکنن اینه که همه چیز باید مال ما باشه و همه چیز باید تابع اختیارات ما باشه و این خودخواهی تا اندازه‌ایه که حتی توی نمونه های تاریخی که وقتی قانون هم توی مملکت اجرا میشه، قانون فقط به نفع حکومت اجرا میشه و سیستم های امنیتی و پلیسی و نظمیه ای که حاصله فقط واسه تقابل اموال مردم. اما نتیجه ای که از این سیستم الزام به دست میاد، همون گونه که استاد فرمودن، این سیستم استبدادیه. این سیستمی که همیشه هیچ کس جواب خوبی کسی نیست، همه چیز مطلقه و ما باید با اطاعت مطلق زندگی کنیم. چون از کودکی یاد گرفتیم که ما باید همیشه مطیع باشیم و این اطاعت توی سیستم حکومتی ما هم هست. شخص سلطان ذل الله، شخص سلطان صاحب جان و مال آدم هست، میتونه ببخشه، میتونه بکشه، میتونه امتیاز بده، میتونه امتیاز بگیره، میتونه هدیه بده، میتونه مالیات بگیره و همه اینها دست به دست هم میده تا ما با یک سیستم استبدادی سلسله مراتبی مواجه بشیم. هر کس بنا به موقعیت خودش استبداد انجام میده. پس حاصلش جامعه‌ایه که هیچ کس به فکر بهبودی نیست، چون همه ترس اینو دارن که چپاول بشه. و اینه که ما با این مهم مواجه میشیم که الزام، الزام و الزام همیشه مورد تأکید ایرانی ها بوده است. بودو هست و این باعث میشه که ایرانی ها دو شخصیت تابع و تاقی بودن رو داشته باشن، در مقابل زور تابع باشن و اگر محیطش و امکانش باشه یاقی و تاقی باشن و خودشون هم استبداد ایجاد کنن. دوستان این در کل مباحثی بود که ما بنا به سیستم الزام تأکید کردیم و در کل به این نتیجه رسیدیم که ما برای اینکه بتونیم شخصیت کودکامون رو توی یک محیط سالم رشد بدیم، با
باید با اونها با سیستم همکاری و آزادی دادن به اونها رفتار کنیم و باید اونها رو توی یک محیط خوب و مملو از آزادی و مملو از احترام بزرگ کنیم که شاهد انسان‌های آزاد با احترام حقوق بشر و احترام آزادی‌های انسانی مواجه بشیم. ممنون از شما. همونطور که همتون میدونیم واقعا یکی از مزلاتی که همیشه تو جامعه ما بوده همین رویکردهایی بوده که منجر به دیکتاتوری و ظلم‌پذیری شده و هنوز هم این روند رو ما داریم میبینیم و همواره از ابتدا این به نوعی میشه گفت این رویکردها این فرهنگها با ایران و ایرانی همراه بوده و الان هم هستش. اگه سوالی در این مورد داریم، الان میرسیم به بخش پرسش و پاسخ. خوشحال میشم که از آقای دکتر و آقای وزیف سوالاتون رو بپرسیم. اگه هر سوالی داریم، سوالی نیست؟ خب، ببخشید من احمد زده. محمدید که سوالشون تر کنم. من خیلی مردم میگم خدمت همکاران عزیز و بزرگوار که محبت فرمودن به بسیار خوشحال باییم شد که اینجا از منظرتون استفاده بکنم و سپاسگزار هستیم از حضور گرم میکنم. پس دوستان عزیز در این باره من شما رو به تأمل فرا میخوانم. الزامی هم نیست که حرفای ما رو قبول بکنید. اون موقع ما میفتیم تو روکرد الزام و حرفمون این بود به صورت خلاصه که در مطالعات تاریخی میشه موضوعاتی رو انتخاب کرد با استفاده از نظریه تئوری به صورت میان رشته‌ای بررسی کرد و نتایج و کاربردهای عملی اون رو در سامانبخشی جامعه در رفع اختلالات سیستماتیک و غیر سیستماتیک در سطح عمومی بررسی کرد. برای نمونه این کاری که شده بود همونطور که عرض کردیم نظریه رویکرد طبیعتی ژان پیاژه بر اساس دو رویکرد الزام و مشارکت در بخش کنترل اجتماعی و کنترل درونی مورد مطالعه قرار گرفته بود. ایشون میگفتش که در واقع اگر رویکرد طبیعتی اساسش بر الزام باشد انسان‌های مطیع، حرف گوش کن، منزوی، غیر خلاق، منفعل، اطاعت پذیر و به تعبیر من استبداد پذیر پدید خواهند آمد. اما اگر رویکرد تربیتی از هم خانواده که شروع میشه و بعد مدرسه و دانشگاه بر پایه مشارکت باشد و پایه ارائه گزینه ها و دادن حق انتخاب به طرف مقابل باشد انسان های خلاق، شجاع، پرسشگر، نقاد و نهایتاً باز به تعبیر بنده دموکرات پدید خواهد آمد. انسان‌های پدید خواهد آمد که به خردمندی پایبند باشند، به قابلیت خودشون باور داشته باشند. انسانی که از رویکرد الزام بیرون میاد انسانی ذلیل در برابر فرادستان و زورگو در برابر فرودستان. اما انسانی که از رویکرد مشارکت بیرون میاد انسان نیست عزیز در برابر خودش و همگان، یعنی پرسش میکند، نقد میکند، خلاقیت به خرج میدهد، استبداد پذیر نیست و در واقع میل به خردمندی، گفتگو و انتخابهای متفاوت داره. این رو از همون کودکی میشه آغاز کرد، از همون کودکی در خانواده متاسفانه در اصل قاجار که ما میخوانیم اینطوری بوده است که به قول سرژان مالکوم هر مردی در خانواده یک مستبد به تمام عیال، یعنی همون انتقادی رو که اگر میخواست از شاه بکنه به عنوان خودکامی بزرگ خودش در خانوادهش اینطوری بود و هر فقط حرف من در روی
عملکرد مشارکت ما با تمرین‌های کوچیک میتونیم این رویه رو آغاز بکنیم. مثلا حتی برای کودکمون وقتی می‌خوایم لباس انتخاب کنیم، در انتخاب رنگ لباس او رو آزاد بذاریم که از همون ابتدا حق انتخاب، حق مشارکت و فکر. وقتی شما به کسی حق انتخاب میدی، این انتخاب به صورت غریزی انجام نمیشه که، لاجرم وابسته به فکر کردن، رجوع به نظام ترجیحات، حالا یا خواسته یا ناخواسته، و گزینش پدید میاد. به هر حال در این شرایط پاندمی بیش از این هم ما نمیخوایم وقت شما رو بگیریم. از شما میخوایم که باز از این فرصتی که هست برای گفتگوی دو طرفه استفاده بفرمایید. اگر در مفاهیم، در تعریف مفاهیم یا ارائه ارکان بحث جایی هست که ابهام داره، نیاز به پرسش داره، بفرمایید. اگر نکته‌ای به ذهن خودتون رسیده، بفرمایید که انشاءالله بتوانیم گفتگوی سازنده‌ای داشته باشیم. حرفای ما هم یه طرفه نباشه. دوستان عزیز، همه عزیزان حاضر، اساتید محترم که اگر لطف می‌کردن اینجا نظرشون می‌فرمودن، حیاتاً بهره‌مند می‌شدیم و استفاده می‌کردیم. دانشجویان گرامی و نگرانی نیست دکتر، من خودم به جای همه سوال طرح کردم. خب خانم احمدزاده که خودشون هم از دانشجویان تاریخ ما هستن و بسیار فعال، می‌فرمایند. من خواستم بپرسم که تکیه بر چه عناصر فرهنگی و چه منطقی در ابتدا، در وقتی اول، باعث شکل‌گیری همین رویکرد الزام میشه؟ و آیا اگه بخوایم این رویکرد الزام رو تغییر بدیم در زمان کوتاه، اگه بخوایم به طور مؤثر، به طور رادیکال قدم بزرگ برداریم، خانواده ها میتونن این وظیفه رو بر عهده بگیرن یا دولت باید این وظیفه رو بر عهده بگیره؟ و اینکه عناصر فرهنگی که میگیم تو این نقش دارن، آیا دین هم یکی از عناصر فرهنگی هستش که تو این رویکرد شکل‌گیری، رویکرد الزام نقش داره یا نه؟ از من اجازه بدید پس. میشه اگه شما رو بگید. آره از شما سوالات دیگه هم داره. زیاد سوالات تو قسمت اولش بود. قسمت دومش رو بگم یادمه که دین نقشی داره یا نداره. فرهنگ نقش داره، چون پایه فرهنگ در کشورهای مثل ما، در شرق عمدتاً، در ما مخصوصاً، در پایه دین و آموزه های دینی هستش دیگه. این است که نقش اون بسیار پررنگ هستش. برای یکی چی بگم؟ و اینکه اگه بخوایم تو مدت زمان کوتاه این مشکل رو حل کنیم، این وظیفه رو بیشتر به خانواده ها بر عهده بگیرن یا دولت؟ این وظیفه رو باید آقای وظیفه بوده بگیره. اما به نظر بنده مشکلات فرهنگی و تغییرات فرهنگی، همونطور که تیلور میگه، فرهنگ ثابت ولی متغیر است، اصلا کوتاه مدتی نیست. نمیشه کوتاه مدتی بهش نگاه کرد. امروز خیلی فرق کرده. امروز دیگه خوشبختانه اون اقتدار پدرانه معمولا تو جوامع شهری دیگه نیست. حالا جاش تو اقتدارهای فناورانه بیشتر گرفته، اونها بیشتر ملزم میکنن. البته با شگفت‌های جدید امروز ما شاید دوستان بگن که آقا در مناسبت و نزدیکی روز پدر، شما که حساب پدرها رو رسیدید که صرفا مستبد بودن، خودکامه بودن، همه مشکلات هم از اونها بوده. دوره مورد مطالعه دوره قاجار الان مرسالاری سردن تو شرق نیست. چیزی که میفرمایید به نظر بنده باید هم کلمه این است که من زیاد ازش استفاده کنم، میشود در یک فرایند طولانی مدت بهش نگاه کرد. ببینید، ما دانشجوی تاریخ هستیم. وقتی نگاه میکنیم، یکی از بزرگترین تفاوت‌های قرون وسطا با عصر جدید در مسئله جزمیت. قرون وسطا اصل جزمیت بود. کلیسا معتقد بود که هر آن چیزی که لازم است انسان بداند و به خیر صلاح او هست رو میداند و همه هم باید پیروی بکنند. و اصل جدید با رنسانس، با بزرگترین فیلسوف رنسانس آقای اکندو مونتنی، اینگونه آغاز شد که شعار داد که
تنها یک چیز قطعی است و آن این است که هیچ چیز قطعی نیست. متاسفانه جامعه ما، من تا شناخت خودم عرض میکنم، فندازی زیادی هنوز در عصر جزمیت ها مانده. هنوز در جامعه ما بر فضیلت شک و بر تقدس پرسشگری تاکید نمیشه. هنوز در سیستم های تربیتی ما و همینطور حکومتی ما تاکید بر الزام و پیروی و اطاعت هست. خب آقای که اینطوری باشه کار خیلی سخته. این همه به نظر بنده چاره و درمان یک شبه ای نداره که با تزریق یک آمپول مثلا حل بشه. یک فرایند طولانی مدت نیست که آغاز میشه، از دانشگاه آغاز میشه، از نخبگان آغاز میشه، سپس به سطح عموم تسری پیدا میکنه. پس به صورت مشخص در پاسخ به سوال خانم احمدزاده، من فکر میکنم سهم نخبگان بیشتر، سهم نخبگان از اساتید دانشگاهی گرفته تا دانشجویان عزیز که دایره ارتباطات اجتماعیشون هم گسترده است فراهم میشه و این انشالله در یک پروسه طولانی مدت میشه بهش برسه. یعنی من این دوستان شما سوالی پرسشی؟ استاد من بازم سوالی پرسشی. آیا علت اصلی این رویکرد الزام ناآگاهی هستش یا آگاهی برای اینکه کنترل تفکرها و افکار میتونه موثر باشه؟ حالا من فکر میکنم نمیشه، نمیدونم علت اصلی میشه بهش گفت یا نه. مجموعه ای از علل هست که باز بهتر از آنچنان که در علوم اجتماعی تاکید میشه ما رابطه علت و معلولی فلسفی رو دنبال نکنیم، تأثیر و تأثیر متقابل رو جایگزینش بکنیم. مجموعه ای از زمینه ها و عوامل هست که تأثیر و تأثیر متقابل ایجاد میکنند. وضعیت تربیتی ما در دوره مورد بررسی به این شکل در میاد. این مجموعه ها از تنگناهای محیطی شامل میشه. نگاه کنیم یکی از نظریات جغرافیایی که به درد دانشجویان تاریخ هم میخوره تأثیر محیط و آب و هوا و روحیات و اخلاقیات و فرهنگ عمومی هست. با عنوان مثال شما نگاه کنید مردمی که در سرزمین های معتدل هستن روحیاتشون خیلی ملایم‌تر از مردمانی هست که در سرزمین های سخت به لحاظ آب و هوایی و جغرافیایی هستن. پس به نظر من مجموعه ای از عوامل هست که این وضعیت رو پیش آورده. تنگناهای محیطی، ریشه های فرهنگی از حضور شما، نظام تربیتی به صورت کلی و زیر مجموعه اون نظام تربیتی. و اینکه تأکیدی که میکنم این است که ما نیازمند یک کسی هستیم که مقبولیت عموم در حد نخبگان پیدا بکنند و بیاید بگوید که می اندیشم پس هستم. ما متاسفانه چنین کسی نداریم. داریم ما ولی مقبولیت نداریم. رنه دکارت که اصل کوژیتو رو مطرح کرد اولش پایه همه کارشو بر شک گذاشت و این شک مقدسه که منجر به پرسش میشه، پرسشگری میشه و از دل اون دیدگاه کریتیکی پدید میآید که یکی از پایه‌های تمدن جدید میشه. جامعه ایران در عصر قاجار دست کم اگر اون رو به امروز امتداد ندیم در عصر جزمیات سیر میکنه، جزمیاتی که بهش رنگ و بوی دینی و الهی هم داده میشود. جامعه ایست که در اون از هر گونه پرسشگری، حالا آقای خاضی که فرصت نداشتن که فیشا و اسلایداشون رو بخونن در سفرنامه اومده، یکی از چیزهایی که اصلا به شدت سرکوب میشد این پرسش بود که کسی بتونه جرأت بکنه بپرسه. در حالی که گذر جوامع مدرن از قرون وسطایی به جوامع جدید بر اساس تقدس شک و پرسش پدید آمد، یعنی این مسئله به نظر من خیلی مهمه. استاد ببخشید توی لایو پرسیدن که لطفاً در مورد غیرت مردان هم یه صحبتی بکنید.
دیگه اون قسمت بعدش که ما نمیخوایم یاد داری بکنیم. بله ببینید همین مسئله نمیدونم چه کلمه ای براش به کار بذارم، فجیع و پرتأسفی که در روزهای اخیر دیدیم، که واقعا بنده به نوبه خودم میگویم که ننگ مردانگی و ننگ غیرت و این هاست همین اتفاق اخیر. این هم یه شبه درست نمیشه که اون جامعه وقتی هنوز در عصر جزمیات هست و اون کودکی که با روکرتهای الزام پرورش پیدا کرده یه مفاهیمی رو در قالب آمریت فرهنگی و دینی بهش القا میکنن، از جمله اونها مباح بودن، مباح و مجاز بودن اعمال خشونت هست، در پرتو اون درک کوتاه بینانه دینی و فرهنگی. یعنی فکر میکنن که دین این است، پس در واقع کسی که خارج از این فکر بکند مستجب قتل است. ببینید حالا من گفتم مورد اخیر که من حقیقتا خودم منزجر میشم، قتل میشم حتی با یادآوری. باز یه مثال تاریخی میزنم خدمت شما. ما جامعهمون چون عادت به پرسشگری نداره این مشکلات براش درست میشه. چرا؟ چون رویکرد الزام جوامع که رویکرد الزام در تربیت اونها حاکمه، کودک رو پرسشگر بار نمیارن، ما نمیتونیم پرسش بکنیم. مثال میزنم، یه آیه قرآن داریم که میگه که الرحمن علی العرش استوى، خداوند بر روی عرش مستوی است، نشسته است، ایستاده است. یکی از در مال روزگار گذشتم هست که به کسی بر نخورد، یکی از مسلمان ها از ائمه اهل سنت پرسیده بود که معنی این آیه چیه؟ شما وقتی که میگید ما نمیتوانیم تعبیر بکنیم الرحمن علی العرش استوى یعنی چی؟ او در جواب چی گفته بود؟ گفته بود که الاستواء معلومه، این که خدا روی عرش نشسته که معلوم، و کیفیت و مجهوله، این که چطوری نشسته مجهوله، و سوال و بدعه، هر کی هم سوال بکنه بدعت کرده، مبدعه، و حکم کسی که بدعت میکنه کشته شده. متاسفانه این طرز تفکر بر جامعه ما حاکم شده است که وقتی کسانی در قالب پیشوایان دینی حتی برای پرسش از یک مفهوم دینی، از یک آیه قرآن مجازات مرگ تعیین میکنن، نتیجهش این میشه که در نظام تربیتی الزام آور هم اگر خواهری، اگر همسری و اگر خانومی غیر از اون الزاماتی که جامعه و فرهنگ رو دیکته کرده پا بردارد، مستوجب هر گونه عقوبتی میشود. اتفاقا باز من استفادهی که میکنم همینه، اگر جامعه به روی کرد و به مطالعات تاریخی اقبالی نشان میداد و اگر جامعه تاریخ میتوانست از نظریات بین رشته ای استفاده بکند، خیلی از این مشکلات ما تعدیل میشد، خیلی از این مشکلات ما تعدیل میشد. متاسفانه چون این گونه نبوده، چون حتی تا امروز هم کم و بیش شیوه های تربیتی ما الزام آور است و باید و نباید ها رو شکل داده، این است که ببینید کنترل اجتماعی درونی نمیشه، همراه با آمریت میشه، آمریت به خشونت آلوده میشه، از خشونت های لفظی عاطفی شروع میشه تا خشونت های فیزیکی، و میوه این شجره خبیثه هم اتفاقاتی میشه که ما داریم ملاحظه میکنیم. پس با عرض معذرت از اینکه خیلی حرفم رو طولانی کردم، میخوام بگم که اگر به دنبال حل مشکلات جامعه هستیم تاریخ بخونیم، اگر میخوایم ترقی و پیشرفت بکنیم تاریخ بخونیم. و خطاب به خودم میگم، تویی که فکر میکنی تاریخ میخونی و صرفا خوندن تاریخ کافیه، کافی نیست، باید از علوم دیگر استفاده کنی، باید از نظریه استفاده بکنی، باید مطالعات تو عالمانه میان رشته‌ای همراه با تئوری و نظریه ادامه بدی که نتیجهش یک
فایده و کاربرد عملی بشه. خیلی ممنونیم دوستان عزیز، باز از تشریف فرمایتون خیلی ممنونم و سپاسگزارم. در این ایام سخت به هر حال حضور شما عزیزان یک جانی به دانشگاه داد، روحی در کالبد فسرده تاریخ دمید و امیدواریم که انجمن تاریخ این زحمت رو عهده‌دار بود بتواند نشستان را در شرایط مختلف به انها و اشکال متفاوتی پیگیری کند. خیلی خیلی دوست داشتم که شما صحبت کنید، نقد کنید. متاسفانه بله بفرمایید. سلام استاد، خوب هستید؟ سوالی که داشتم این بود که اگه بتونیم ما این روش و ایده رو تو جامعه به اجرا در بیاریم، کدوم ارگان میتونه این اجرای درآوردنش رو به عهده بگیره؟ آیا این ایده که از تعلیف منشأش از طریق حقوق تاریخه، حقوق تاریخ فقط به عهده بگیره یا آموزش و پرورش یا به کمک گروههای دیگه؟ فکر کنم علوم تربیتی، روانشناسی یا حتی اقتصاد هم میتونه توی این اجرای درآوردنش نقش داشته باشه. اول از بالا باید تزریق بشه به خانواده ها، والدین، بعد والدین به کودکان آموزش بدن. این باید مرحله به مرحله پیش بره. نمیتونم بگویم باید جامعه بشه. خواستم بپرسم که وظیفه اصلی این آموزش رو کی برات به نظر شما وظیفه اصلی به کیه؟ خب من فکر میکنم که از بالای ها باید اینا باید حمایت کنن، از دولت آموزش پرورش اونا بودجه بدن و اینطوری نمیشه که مثلا ما حقوق تاریخ فقط خودش به تنهایی بتونه آموزش رو برات بدیم. خیلی خیلی ممنونم. بله درست میفهمید، این انحصاری در اختیار هیچ کسی نیست. به نظر بنده حقیر از خانواده ها شروع میشه و خانواده ها هم سهمی که ما داریم درش، ما یعنی شما و ما دانشجویان و اقشار فرهنگی زیاد هست که همین امثال این نشست ها فراوان میشه. همونطور که خانم فرمودن گروه های دیگه، گروه های علوم تربیتی، گروه های روانشناسی، امیدواریم که همون این جلسه بعدیش از اساتید مرتبط دعوت بکنم، تشریف بیارم، صحبت کنم. ولی ببینید همین که بالاخره آغاز کردیم در این راه افتادیم، این خیلی خوبه. حکومت هم در که شما میفرمایید بنابرای قدرت و منابع مالی سرشاری که داره میتونه بیشتر مؤثر بشه، اما ظاهراً آن سفارش افلاطون محبت نشده و نخواهد شد و سودای حاکمان جز قدرت چیز دیگری نیست. نه حکیمان حاکم شدن، نه حاکمان حکیم شدن. به هر حال ما هم نمیتونیم بیکار بشینیم بگیم که آقا اونا درست کنن، ما هیچ کاره ایم. من حرف یکی از حرفان هم همین بود که همه گناه استبداد به گردن ناصرالدین شاه و آقا محمد خان و تیمور رو اینا نندازیم. اون جامعه است که تیمور و آقا محمد خان و رضا شاه اینا تولید میکنه، چون که رویکردش رویکرده الزام است در تربیت. این قسمت عرضه بنده این دوره داره. برای خیلی خیلی ممنونیم پیشنهاد سرکار خانم و فرمایششون کاملا متین هست. برای آقای مهربانی هم مهربانی هم دستان برای آخری برنامه رسیدن و این مکنه آقای الزام برداشت هم این است که اگر قرار باشه که گردن های اولی تعریف بشه واسه این بزرگا، اتفاقا سیستم های NGO هست. ما تا این در مورد دانشگاه هست، همون وضعی هم داریم، یکم خارج از دانشگاه. به اعتبار بنده یکم همگرایی اساتید محترم در این وضعی کمتر هست. هر حال اگر اساتید همگرایی داشته باشن، همین در واقع جلسات رو در مهربان های خانوادگی شروع بشه. اما بس الزام زن که پدری در خانواده همین تلزام رو به کار میبره، همین فرزند با همین تلزام باید آموزش پرورش بشه و در آموزش پرورش هم معلم ها یاد در قول خواهم کرد که سیستم الزام رو دارن نه سیستم اختیار رو. به اون خاطر هست که به نظر باید اگر گروه حدت تاریخ یک بسیار بشه برگرده به برنامه خانواده در دنیا خانواده های تاریخی که برنامه های خانوادگی گذاشته بشه، خانواده